ياكم ديسكوري كده. ne ama aslında sadece ben sende çeladu çelasi o kadar pir neyiz ama da sende puhtagi has. Ayrıca ki ben kontaktım bisiyar da social medya kat nasıl cevan bud boz bişter gap mişniydi mer nava gapora. Boz ma dega mecbur şudum ek kamak deskari kadım. Meşe خوب hastım. خوب کاری کردی، خوب کاری کردی، دست کاری کردی. بهتر شدی، خیلی خوشگل‌تر شدی، جذاب‌تر شدی، جوان‌تر شدی به قول خودت. آه با خدا. این حال ببینین خود، ظاهر آدم جوان می‌سازه. گاگای وقتی میشینم، یکان وقت یکان جاییم که درد میکنم، بسیار با سختی میخیزم، بس بسان چی میگم، نه والا گذشتیم دیگه. گاگای آدم پایم درد میکنم. ولی حالا یک سوال، خودت جوان‌تر حس میکنی؟ حال خرویم جور نشده دیگه. نه ما آقای امیر ما اصلا خود در زندگیم پیرم احساس نکردیم. درست است ما رنج زندگی را زیاد دیدیم. نه جوانتر نه من نگفتم شما پول هستی، شما اصلا پیر نیستی، شما دل جوان داری که من گفت میزنی سر حالی. این حال یک تعداد خیر جوان هستن اما درونشان پیر است نی؟ درست ما ما از درون خود ما یکان وقت یکان لباس ها میپوشم یا یک دخترکم برای من میگه تو لباس دخترها را چرا میپوشی؟ آل نظر به سند سالت لباس بپوش، اما من خیلی خوش دارم لباسایی که یک نسل جوان میپوشه بپوشم. و کسی که این رقم لباس میپوشه بفهمین که درونش جوان است. خیلی خوب کارو میکنی یا همین اینطوری باید باشه. آه ببینم دیگه چی میشه آقای امیر. خدا بزرگ است، اما آرزوی از دارم که در آینده یک شوهر کنم. من چون پیدا میشه یا نمیشه با شوهر کردن چه چیزی را مثلا شما مبنا قرار میدید؟ مثلا شوهر چه چیزایی باید داشته باشه؟ شوهرم صرف از نظر شخصی ما بتونه سی وقت نان مرا داده بتونه که ما وقت سوشال میدیا نمیایم. نه یک زن شوی میکنه با سوشال میدیا نمیایه، سوشال میدیا نمیایه. آفرین آفرین. وقت نان بتونه اقلا ماهانه بر ما یک 400 یا 300 یورو بتونه، به خاطر از اینکه من یک زن به پول ضرورت دارم. وقتی زن نکایی یک کسی شدم نه سوسیال بر ما پیسه میده نه جاب سنتر. یعنی شرط شرایط چه داشته باشه. من شوهر صرف به خاطر رابطه میخوایم. واقعا آدم پوسکنده بگویه، چون من 18 سال میشه شوهر ندارم، با هیچ مردیم در رابطه نبودیم. شما 18 سال که هیچ مرد در رابطه نبود؟ هیچ مرد در رابطه نبود. هیچ امکان دارم اگر هیچ باور کنین آقای امیر، علالم سرم ارام با او خدای گیمان داریم. اما چرا بعض وقتا یگان برنامه ریزی ها شده نرسیدیم در برنامه ریزی؟ چرا یک تعداد کسا بودن یا از بسیار کشورهای دوردست آمدن مدن برنامه ریزی هم نرسیدیم، یا قطار خراب شده یا بوس خراب شده یا تاکسی پیدا نشده. اما این هم هدف ما کدام رابطه نبوده، هدف ما رفته دیدن بوده. خب یک کس از رای دور میایه به دیدنتان، خب اونا یک هدفشان تنها دیدن نیست نی؟ امروز میبینیتان، سبا میبینیتان، دیگه صبح باز برنامه ریزی میکنه که اینا رو خب بچیش سه روز دیدیم، روز چهارم خیلی نمیشه. اینه اینا دیگه هیچ اماهنگی هم نرسیدیم. نه بعضی هستن کسی که ددلش عشق باشه یک روز دو روز سه روز نمیشناسه. کسی که ددلش عشق باشه میتونه یک هفته پیشت بشینه فقط سایلت کنه. آه نه به نظر من ما کم است، خیلی کم است. شما که این توقعات از مرد داری، شما به مرد چی کار میکنی مثلا؟ من برای مرد شاید غذا آماده کنم، کسر نه یاری که بخاطر اینه میال امیدم امید گارد برم چی کرده. صبر کن، من گیم بارا نمیارم، من واد بیادب هستن، من که ایوان لایب نمیارم. صبر کن من یه چی کنم، امی گیم پلی میکنیم، اما هدف ما گیم نی بیایم قسم میکنیم. او شما پس ما هدف وقت ما یک شوهر میکنم برای شوهرم گیم پلی کنیم. گیم پلی کنم؟ آه ایره پلی کنیم، رکیویس میایی برای ما خب مجبور استیم بزر، اگر نیاریم 50 دفعه روان میکنه ذهن آدم تیت پرک میکنن. برش سه وقت غذا آماده میکنم، اگر او مرد سه وقت غذا را در خانه بخوره، لباسش میشیم، خانهش پاک میکنم. من نمیفهم که من طفل آورده میتونم نمیتونم، اگر میل مرد باشه بشه اگر شاید یک دانه طفل بیارم، من دیگه سندم هم ایجاب نمیکنم که من 4 تا 5 داره قطار کنم. و اگر مادر پدر داره تنها شاید احترام مادر پدرش کنم، اما کنیزی خواهر برادرش شاید نکنم، تنها مادر پدرش شاید جمع کنم و دیگه شاید زیر امرش باشم، چون من یک زن پخته هستم، هوشیار فهمیده هستم، نه از زیر دست من مرد آزرده نمیشم. من خیلی زنای پخته را دوست دارم. امیدوار هستم برتون یک آدم سیگه شود. جدی میگم جد. منظورم شما نبود یک موقع، منظور من شما نفهمید، ولی ما واقعا زنای پختره و دخترای جوان ترجیح میتونم.
یعنی من به هیچ وجه دوست ندارم که این رابطه در حال حاضر در سال 2024 دوست ندارم که یک دختر جوان 20-25 ساله در رابطه برم. به هیچ وجه انتخاب نیستن اصلا. اعتراض خواهشات دختر ها خیلی بالا هستن. باور کنین شوی خوب پیدا نمیشه. اوشیار و آدم از بچه خوب پیدا کنم روش ازدواج کنم. دخترای جوان آل به قول شما توقعاتشان خیلی زیاد شده و هیچ کاری نمیکنن به شوهرشون. حالا شما مثلا میگی من بهشان غذا میپزم، کارشان انجام میدم، این کارا میکنم. یعنی ولی خب دخترای جوان آل تمام هزار رو توقع دارن. یعنی اولا آدم پولدار میخوان، ماشین فلان میخوان، خانه فلان میخوان، شغل شنی باشه، سن شنی باشه، تمام کارا رو با ما بکنن، ولی ما هیچ کاری براش نمیکنیم. نه نان پخته کردن یاد دارن، خوشتوکدار که نمیخوان شون، کلا گپ شویه گوش نمیکنن، احترام نمیمونن. دقیقاً رسمیه. خاطر زمین دخترایی که نسل قدیمی هم مثل شما مثلا دههای 70 و 60 به دنیا اومدین، به نظر من خیلی به شوی بیشتر احترام میذارن تا دخترای جوان. اینا رو ببینین آقای امیر، زنها را ببینین باید دو سه کاتگوری تقسیم کنین. یکی زن سیر است، یکی زن گشنه است. یکی زن سیر است، یکی زن تشنه است. یک زنی که همیشه مرد برش مهیا باشه قدر مرد نمیفهمه، به خاطر همیشه از او سیر است. مرد هیچ پیش ارزش نداره چون سیر است. اگه ما هم در ردیف همو سیرا می بودم، حالا می گفتم برو بچه مرد کیلوی چند است نی؟ ما آدمی هستم که من براتون میگم 18 سال میشه من رابطه ندارم و رابطه خیلی دیگه در اوج جوانی من بدون شوهر شدم، اولادای خود کلان کردم و من از خانه برآمدن اجازه ندارم. میفهمین این آیفونا کدام رادیویی دارنی؟ اینمی تلفنایم، در 4 تلفن بچای وصل است، دختر بچه کلگیش. من هر جای میرم تلفنم کنترل است، اما من اعتمادم پیش از اینا دارم که من در بیجا جای نمیرم. اینمی اتای من در یک جای قدم زدن میرم زنگ میزنن اینمی آل در فلانی جای هستی. من پیش از اینا اعتمادم خوب پخته کردم. اگر من شوی کنم پیش شویم اعتمادم پخته میکنم، چون خطا نمیکنم برش هیچ زمانه. اما یک زنی که از شوهرش ولو که 20 سالم باشه جدا باشه، در 20 سال اگه 10 دفعه هم در یک رابطه بوده باشه، او در قصه از این مرد نیست، ایره باور کنین. اما یک زنی که در رابطه نباشه، او قدر مرد، ارزش یک مرد میفهمه و او مرد کفر نگویم مثل خدا عبادت میکنه. دخترای حالا دقیقا گپت خیلی گپ واقعا قشنگی زدی، چون دخترای حالا سوشل میدیا یک جوری به این دخترها شده که یک مثل دیتینگ اپ ها دیگه، مثل دیتینگ سایت شده. حالا دخترای جوان در دایرکتشان 200 نفر منتظرش هستن. یعنی دایرکت یک دختر آواز میکنی میبینی 200 مرد در دایرکتش استاد شدن، قربون صدقه شان میرن، گپ خود تو خوبش هستی، تو ای توریستی، تو خوشگل هستی. اگه او دختر کج و کولان باشه فکر میکنه کدام فرشته است که حالا 100 تا بچه به من پیام دادین و هیچ ارزش به مرد به قول شما قائل نمیشن، یا نمیگن از این مردا 100 تا دگان پیدا میشه. سر جون قربونت برم، ممنون. بچه لایک کردن یا تو نره لطفا لایک ما کنی. اما میفهمین آقای امیر، یک آدم از نظر من یک زن میتونه به یک فرد عشق بورزه و ذهنتان بالای یک فرد کار میکنه. در یک حالت نمیتونین با دو تا مرد در رابطه باشین و دو تا مرد دوست داشته باشین. من در یک نظر هستم. اگر من بخوایم در ذهنم میتونم یک مرد پرورش بدم، تمام فوکسم به یک مرد باشه. اگر من یکی دیگرم گپ بتم، من نه این از خود کده میتونم نه او را، و بالاخره من در میدان میمانم. من خودم تجربه کردم این چیزا را. وقتی یک کس را خواستیم دوست داشته باشم، باور کنید من در زندگیم یک بار، من شاید عاشق نشده باشم، وابسته یک مرد بوده باشم. اینمی سوشال میدیا، اینمی نه آمدن، اینمی زنای تیک تاک، اینمی بازاری ها، اینمی مرد پراندن بردن، فهمیدن که اینمی رو من گفتم اینمی بهترین مرد دنیا برای من شاید باشه. مرد رفت سه مباد دوباره برگشت آمد، اما برای من دیگه او برای من ارزش نماند. من رابطه نداشتم، اما این احساس درونیم بود. صرف بعد از دو سه مو برش گفتم من یک احساس برات دارم، خیر من من حیث یک انسان بپذیر. گفت ولی من 38 سالم عمر داشت. گفت من در زندگیم ازدواج نکردیم، با تو آری یک زن که 4 تا طفل داری و در سوشل میدیا هیچ نام نیک نداری، من تو را نمیگیرم. گفتم خیره امرویم تنها گپ بزن. باور کنین بالاخره اینمی زنو کاغذ تشناب کرد، کات کات کات. من خبر شدم چقدر زنی را مشتمال کرد.
چقدر پیسایش خورده. بالاخره هیچ زنی هم از اون نشد و آل که آمده یکان وقت لایفم داخل میشه او محبت ندارم امروش. از امو خاطر هر کس را بگوین که دوست دارم ایلایتان میده. اکثر مردم اینطوری شده این فریده جان، مردم میفهم چطوری شده این. من مرد در سوشل میدیا که میایم هزار تا دخترم میبینم، میرم با یک دختر حالا مثلا یک گیفت میزنی یک پیام میتی، حالا اینطوری شده که مثلا دخترها را علنا میخرن دیگه، طرف میای مثلا داخل لایو دخترای جوان پیام بچشان میته، گپ کشان میزنه، یک ماشین را بچشانشان میته، یک پول را بچشانشان میته. بعد فکر میکنه که مثلا زن پیدا کردن یا دختر پیدا کردن مثل او خوردن است. خاطر زمین هیچ ارزشی به زن و دختر قائل نمیشن. یعنی ارزش زن هم آمده پایین کاملا. دقیقا راست میگینا. چون تا سست آدم سست نباشه. آدم های سست اینمیست که ارزش پایین آدم یک ذره خدا قایم بگیره. زود تسلیم نشه. یک ذره قیافه بیانده. مرد به غرورش قشنگه. مردی که به هر دختری بگویه آری، مردی که بره 24 تا دایرکت دخترها باشه، در کی دخترها بشینه لاس بزنه گپ بزنه، غرور غیرت دیگه نداره، جذابیت به یک زن دیگه نداره. نداره راست میگین، راست میگین. اما تو مردم هم تو خانم ها را خوش داره، مردم هم تو راست. ما باورم نمیه یک مردی که یک شخصیت خاص داره دیگه سوشال میدیا نخواد زن بگیره. نمیفهم. متوجه نشدم. یعنی کسی که یک مردی که یک غرور مردانه داره اگه نخواد یک زن سوشل میدیایی رو بگیره. اگه زنش سوشل میدیا رو ترک کنه میگیره به نظر من. به شرطی که ترک کنه. ولی نه، به نظر من اصلا مردان سعی که خاصیت ما مردا جوریه که به هیچ وجه نمیتونیم ببینیم زن ما دمله عام است. ای در وجود ما مردانه ماست، در وجود کل مردم همچین چیزی وجود داره. و دقیقا اینه ای میلاد که چی مره رکیبس کده کشت. میلاد امرای امید اشتودگارد. آنه اونو هر بالا نبیاری با بیادم اصلا من آره من کهشان گپ نمیزنم اصلا. شما مردسالار هستی؟ نه به خودم من مردسالار نیستم. نمیگیم پلی کنید، نمیگیم پلی کنید. فریده خانم سعی کنم یک گپ میزنم. ای کل زنا که نه، اکثر این زنای در بوداغون به من میگن زن ستیز و میگن مردسالار. من میگم یک مرد وظیفش است که تمام خرج زنش بده، وظیفش است کل چیز به زنش فراهم کنه، وظیفش است از خانوادهش محافظت بکنه و وظیفش است در خانه رهبر و خزن باشه. و تنها کاری که یک زن باید بکنه شاد نگه داشتن خانواده است. یعنی به اون مرد و خانواده شادی بده. به نظر شما من زن ستیز هستم؟ یعنی من در فکر می هست که زن نباید کار بکنه. من در فکری هستم که زن مرد باید کل کار رو به زنش بکنه و اصلا اجازه نده که زن کار بکنه. دقیقا. یعنی اجازه نده که زن اصلا بخواد بره سر کار. دقیقا. و این گپایی که من میزنم به من میگن زن ستیز. میگن تو زن ستیزی نیست. من دلیل شورتان میگم. یک زن میتونه شوهر کنه، طفل بیاره و مادر خوب بر طفلش شوه. و دومش بالاتر است از این فرض یک زن چیست؟ به شوهرش رسیدگی کنه. تا شوهرش ده بیرون به یک زن دیگه نگاه نکنه. وقت شوهرتانه از خانه تشنه و گشنه میکشین و شوهر ده خانه میایه پیش از پیش خو میکنین یا سردرد هستن یا جاندرد هستن یا ایت دست نزن. اینمیست که مرد به بیراه میره. ایره اگه یک زن کار بیرون هم کنه، طفلم بیاره کار خانه هم بکنه و به شوش هم رسیدگی کنه نمیتونه. من اصلا طرفدار از این نیستم که یک زن 8 ساعت روزانه کار کنه، طفلم به دنیا بیاره و به شوهرش هم رسیدگی کنه. ایچی نه نه دیگه ای دیگه اصلا چنچ زنی که اصلا روز 8 ساعت 10 ساعت میره سر کار دیگه احساسی نداره که بخواد به شوهرش بده. کل انرژی و احساسش سر کار میمونه برمیگرده خانه دیگه نه احساسی داره نه انرژی داره نه به خودش میرسه، نه حوصله شوهرش داره نه حوصله اولادش و خانوادهش داره. دقیقا نیمه صحبت داریم. من پخته هستم، من میفهم میگه پارا کلش خوب. من یک آدم پر از تجربه هستم، درک میکنم انسانها را، زنم درک میکنم، مردم درک میکنم. یک زن اگر رئیس یک شرکت باشه اوکی هست،
یک زن معلم باشه اوکی هست، یک زن دکتر باشه اگه شوهرش سر کار اجازه بده اوکی هست، اگه شوهرش امکانات مالیش کم باشه یک زن میتونه دکتر باشه. اگه امکانات مالیتون کم باشه دوتایی زحمت میکشه یک زندگی رو میسازه، یک سال دو سال سه سال بعد از اون دیگه خانوم میتونه در خانه بشینه و خودش زندگیشو بکنه، خانوم میتونه باشگاهشو بره، خانوم میتونه بیرونشو بره، خانوم میتونه مچون بره لباسشو بگیره، خانوم میتونه بره قدم بزنه، ولی وظیفه مرد یک داداش همه کارا رو برای خونه آماده بکنه و خانوم هم به نظر من حواسش باید به خونه و خانواده باشه. این یه تقسیم خیلی قشنگی بود که قبلا تا هم 50 سال پیش هم اینطوری تقسیم بود دیگه. تقسیم چجوری بود؟ مرد کار بیرون میکنه، زن کار خانه رو میکنه، تمام شد رفت. الان دیگه هیچ چیزی سر جاش نیست. حال زن خودش در بیرون کار میکنه، مرد در بیرون کار میکنه، اولادا در دست دولت از دولت بزرگش میکنه، خود چرا اولاد میاره که بیتی دولت بزرگش کنه؟ اکثر ماها بچه میاریم از 3 سالگی میدیم دولت بزرگش کنه، خود چرا زحمت بچه میکشی؟ قربونت برم، برای چی اصلا بچه به دنیا میاری؟ راست میگی. نه من میپذیرم آقای امیر، مگه پایتان قبول دارم، راست میگی. خداوند دیگه توفیق بده ما را. راست میگن. اما مردا عالم فاصله گرفتن از ازدواج کردن. دقیقا. هیچ آمادی ازدواج نیست. کسی جرأت ازدواج نداره. فریده جان به خدا، من دو روز پیش یک خانواده بلژیکی رفتم، یک خانواده که خود شویشم در ارتش بلژیک بود. بله. بعد که یک کسی رفتم، او از زنش دو ماه بود جدا شده، گفت من هیچ خواهم نمیبره شما. گفتم چرا؟ گفت من یک زنی گرفتم، بعد 3 سال کتش بودم، بعد از 3 سال از من طلاق گرفت در حالی که زن چی نداشت. گفت من آوردمش در خانه، نه همه کار بش کردم، وقتی که ازدواج، وقتی که طلاق گرفتم، گفت حالا نصف پول خانه من درخواست دادم میگیره ازم، نصف پول حساب بانکی من ازم میگیره، حتی ماشین زیر پایم که بنز بود فروختم، نصف پول از او را میخواد. گفت من دست، یعنی بعد 65 سالش، گفت من کل عمرم زحمت کشیدم این چیزا رو خریدم، در عرض 3 سال کلش ازم گرفت. خب یعنی در حال حاضر من هیچ چیزی ندارم، صفر صفر سرجان، مرسی. و پسرها بنظر چرا از ازدواج میترسن؟ فرید خانم، من جوان، من میال 27 28 سالمه، من جوان وقتی میایم ازدواج میکنم، که یک خانم ازدواج میکنم در اروپا، او زن حق داره کاری بکنه که تو اشتوکت نبینی، او زن حق داره نصف سرمایه تو رو ازت بگیره، او زن حق داره خانه بیرونت کنه، زن حق داره هر کاری دلش میشه بکنه، چه من حرفت گپت گوش نمیکنه، قضا بچه تخته نمیکنه، که رفیقاش میره بیرون، هزار تا رفیق پسر داره که این دوست معمولیم است، این دیگه دوست فلانم است، اون دیگه همکارم است، چرا باید بیام ازدواج بکنم؟ به چه دلیل؟ دیوونم مگه بیام ازدواج بکنم؟ راست میگی. نمیپذیرم کپتانم. آفرین. اروپا نگیرن خانم. نه در اروپا هم خانم خوب از افغانستان هم بیاری که سوریشون اعلام میکنم. ایلایت میکنم. ایلایت میکنم. دیگه بتر. از اونجا بیاری ایلایت میکنم. توبه. خب به هر حالتش اینمی زندگی مردانه هست. من خیلی دوستا دارم، امیم روی اگان مردا کانتکت دارم، امریکا هستن، صندایشان بالا شده، میگم چرا ازدواج نمیکنین؟ میگه قانون امریکایی است. امروی یک زن که ازدواج کردی از تو یک دو تولاد میاره، باز میگه طلاق میگیره، خانه تا میزن از دست میگیره که تا اولادش در خانه زندگی میکنه، ماهانه میگه نیمم پولت هم باید بمی، چقدر آید داری او را به خاطر اولادایت برازو بتی، میگه و اولادایت هم مچم افتی مچم چقدر دیدن داری نداری، پس ما چی کنیم؟ خیلی زنا هست میخوای با ما ازدواج کن از ما اولاد دار شون و پس از ما دوباره جدا شون، اما ما از ترس ازدواج کرده نمیتونیم. میگن کلگی می ترس ازدواج کن، آره به خدای ترس داره کلگی افتاده. و خدا فرد جا من میاله در چقدر تقریبا 8-10 ماه بیشتر، 10-11 ماه من هیچ کس رابطه ندارم، تنهای تنها، من جرأت نمی کنم، خدا شاهده باور میکنی جرأت نمی کنم سمت یک دختر سعی کنم. راست میگی. یعنی تا این حد شده، تا این حد شده. حالا قبلا یک ذره محافظه کار بودم، قبلا میگفتم فلان میسا، ولی حالا در جایی رسیدیم که خیلی سختم شده به یک زن اعتماد کنم. خیلی دخترای امروزی را که کلا خط بزن، اصلا خط قرمز، من خط قرمزم دختر در دافای جوانی هستن که در تیک تاک ول هستن، خودت تا نمیگم، من دختر منظورم دخترای جوان است، دخترای جوانی که دنبال فشن کردن و دنبال دیسکو رفتن و دنبال لایو، این چیز اصلا کلا خط قرمزم هستن. اگر یک
دو تا سه تا زن درست حسابی هم در زندگیم بیان که ایچان گپ بزنم، اقم محافظه کار شدیم، اقم محافظه کار شدیم، آرام آرام یواش یواش طرف میشناسم بشناسم نشناسم، آخر ترس هم اصلا اجازه میتسم تو خانم برو میانه، خیلی سخت شده. یعنی بر نظر من به جوانا حق میتون بترسن. اما ببینین این رقم اگه شما در داخل یک رابطه شوینم، این رابطه هم براتان هیچ لذت ندارد تا که اعتماد پیدا کنه. نی؟ اعتماد خیلی سخت است. انسانایی که یک بار مشکنه اونا خیلی به سختی دوباره میتونن، طول میکشن، بلخصوص دو سال، سه سال، چهار سال تا یک کس را بهتر بشناسه و برش احساس پیدا کنه. شکستگی شکست، این را باور کنین. من درکت میکنم امیر جان. انسانی که یک بار ضربه خورد همیشه او ده ترس است. یعنی خوبترین زن روی دنیا بیایه برات خود ثابت کنه بازم میترسی. درست است. من خاطر زیم یک مدت کلا تقریبا 8 ماه 9 ماه ندم اجازه بودم، فقط رفتم مغز خودم یک ذره ریکاوری کنم، احساساتم ریکاوری کنم، مغزم آرام کنم، خودم آرام کنم، با خودم بفهمونم که آدمای دنیای معجور شده بودم از کل اگه بدم میومد. ولی خب کم کم که خودم کنار اومدم، تونستم ارتباط برقرار کنم، تونستم آدمای جدید در زندگیم را بتونم که ایشان ارتباط برقرار کنم، بشناسمشان. ولی خب بازم میگم خیلی 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 سخت است که بتونم به یک نفر اعتماد کنم. یعنی تا موقعی که احساس نداشته باشم به طرف، یعنی احساس امنیت نکنم، احساس نداشته باشم که طرف میخواد در زندگیم بونه، به هیچ وجه سمتش نمیرم. چون من رابطه دروزه نمیخوام. من رابطه دروزه من 12 13 سالگی داشتم. 12 سالمو 13 سالمو دوست دختر داشتم. او تا سن 20 سالگی دختر بازی کردم، انواع اقسامش هم ملیت‌های مختلف، آدمای مختلف، هیکل‌های مختلف. اینال قارشان نیایی گدایگرای اروپا اینال در سرخانه را وار کردن، شیشتم کلگیشان در تیک تاک تا چهار صبح، چهار صبح کاسه در دست اینه شیشتگیز کلگیش. نه من یک ساعت دیگه میرم خواه میکنم، پنج صبح میخسم. نه من امشب بیشینم که بخاطر از طرف روز من ایچی مایت نمیشم. گفتم از این باید بیشینم خواه اینا خواه اینمی در سرخانه کلگی اوار از اصل خود مستحق من هستم باید در سرخانه من اینجا اوار باشه. درسته. شما قدیمی 300%. آه من بیوه شوی ندارم، شوی مردگی. اونا خوش باید چند سال باشه فرید خانم؟ چند سالش باشه کسره که میگیرم؟ آره کسره جوان خوب باشه دیگه. حالا پیرک زده فرق خود بزنم، من سر قواریم 20,000 خرج کردم، بچه خوب 20,000 بیارزه. مثلا از چند ساله تا چند ساله مثلا قبوله؟ از 35 تا 38 باشه، از او بالام نباشه، از او پایینم نباشه. از 35 تا 40 دیگه، تا 40 را داره یا 40 تا 40 را داره، به خاطر از 40 بالا باز بخیر از کار بخیر است دیگه، به کار نمیده. از 35 کارایی نداره. یک ذره لاغر باشه، کمر باریک باشه، یک ذره مویکا داشته باشه، یک ذره قد داشته باشه، یک ذره قیافه هم باشه، خالو رو در بیرون گرفته بگردم خواهی، یک ذره اینه شوی خاله ما بگاه، یکم شوی خاله خو کراش نه نه باسه میرای نرفا چی بگاه، یک شوی خاله ما، شوی خاله خو یک ذره سعی باشه. آره نه خاله خواهی ده خاله ماست، یک شوی به خاله ما پیدا کنیم دیگه. آه یک دانم تو شوی سعی. یک نفر مرا گفت میگی حالا جان چند سالته؟ من 43 سال هستم. 43 سال هستی؟ خوب خوبه، جوان هستی. خوب کتگک هستم. یک نفر پیدا شد مرا گفت را میگیرم، شرایطش را ببینین چی شرایط داشت. گفت خانه خدا میبرم اچ میکنی و از اونجا چادر پوشیده میایدم اونجا نکاح میکنم و 5 وقت نماز میخوانی، روزم باید بگیری، ما بسیار مردم متدین هستیم و از خانم بدون اجازه نمیبرایی و هر جایم هم رفتی که خودم میری، تلفن میلفون نمیباشه، تنها تلفن خانه میباشه که کتا در تماس میباشم. 34 سال عمر داشت، 34 ساله.
با یک 5 تا دختری هم که در رابطه بوده، این دخترها برش میخواسته با اینا ازدواج کنه، این دخترها خیانت کرده بوده، امروی رفیقایش جور آمده بوده، باز رفیقایش در می بغلش کرده، از این دخترها عکس گرفته ده، این بچه روان میکده، این میخواسته که نامزاد میشده. گفت من به خاطر از این تو را انتخاب کردم که تو ات نخواد باشی. باز من گفتم والا این شرط شرایطت بسیار سخت است واقعا. گفتم بازم من گفتم من یک سال فکر میکنم، یک سال بود برای دوار میکنم. شرایطش سخت است؟ چیز سختی نگفته بچه تو؟ این ایچ از خانه نبرای. ایچ از خانه گفت نبرای؟ نه نه، بدون اجازه خودم نبرای. تلفن دستی نباید داشته باشی، نه با تلفن خانه. نه دیگه اون رو بلاکش کنم، از نمیش فکر نکنم. ایگه پایشم پذیرفتم، اما من اولاد دارستم، باید در هر دو ماه سه ماه خانه اولادایم یک دفعه بیایم، نه اون نفر اگه بگیرم. اما اون نفر آلمان زندگی نمیکرد، یک کشور اروپایی بود. بازورا گفتم یک سال صبر که تا یک سال که هیچ کس پیدا نشد بازم اون میگیرم. خیره نه او را نگیری، برای تا آخر عمرت هم تنها موندی همچین مردی را نگه، همچین مردی اذیتت میکنه در زندگی. بسیار شرایطش ثقیل بود، اما از هم قوم از مردم پشتون بود، بسیار تعصبی بودن دیگه. خب چطور کنیم همه تو بودن؟ نه به خدا، ما یک خانواده خیلی میکس هستیم، من داماد و ما پشتوه، بعد بله خانوم بیادرم از آرس و آره، بعد زن پسردایی میرانی است. خب خدای نه، یک خانواده کاملا میکس هستیم، کل اگه در خانواده ما داریم. نفر اغدهی بوده آب خدا. اما جوان بود، کار میکرد و راستی شرایط این شرایطش خیلی خوشم آمد. گفت کار بیرون اصلا نمیکنی، ماهانه برات 500 رپا پیسم میتم جیب خرچی، سه وقت نانت کالای تمام خرج خراجت خودم میتم و امرای خودم چکر میبرم هر جای. و گفت یک عروسی میتم که باید گفت 1000 نفر باشه. ایش بسیار برام جالب بود. من گفتم من اصلا نمیخوایم دوباره آرز شوم، نه من نمیتونم، من میشرمم، حیایم میایه. گفت من آرز و ارمان خدا پورا نکردیم. خیلی آدم پر از آرز و ارمان بود، اما امی که مثل زندان در خانه بشینم دیگه اولادای من نبینم، نتونم به اجازه خودم خانه از اینا بیایم، این برام یکمک سخت بود. نه خب نمیشه اونطوری. چطوری سارا جان نشتی اونطوری نمیشه؟ چطوری میخوای زندگی کنی؟ امیر جان خوش شدم از تماس از ریکویستتان. یکان وقت برام ریکویست روان کنید قصه میکنیم، از ما و شما هدف ما قصه کردن است. خیلی خوشحال شدم، قربانتان.